با درودهای فراوان و ادای احترام به همه جان باختگان این قیام ملی ایران که همچنان ادامه داره تا سرنگونی این رژیم سرکوبگر. به حال این جام جهانی برای ما، یعنی اگر بگیم ما ایرانی ها، تموم شد، قبلا هم تموم شده بود، اما این سه تا بازی که کرد این تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی، بازی هایی بود که به حال اصلا خیلی از تماشاگرها، خیلی از دوستداران فوتبال تلویزیون هاشون رو خاموش کردن و اصلا این بازی رو ندیدن، مثل خیلی از تماشاگران در فرانسه که اصلا این جام جهانی رو به حال به طور کلی تحریم کردن. در شبی که تیم ایران، همین تیم حکومتی، از آمریکا شکست خورد و حذف شد، مردم تا صبح به شادی پرداختن و اینم یکی از مسائل عجیبی بود که در این جام جهانی اتفاق افتاد. اما متاسفانه یک جوان 27 ساله در بندر انزلی، زادگاه تیم محبوب ملوان، به دلیل فقط بوق زدن با ماشینش کشته شد. به حال این جام جهانی که از پیش واقعا تحریم شده بود، حاکم این کشور، میزبان جهانی، جام جهانی است تا 18 دسامبر، اصولا ورزش رو به سلاح دیپلماتیک برای تبلیغ امارت کوچکش اما ثروتمند خودش در سطح بین‌المللی کرده، کارهای بسیار زشتی کرد. البته این کشور قطر، این شیخ نشین قطر، اصولا حامی گروه های بنیادگراست، حامی طالبان بوده و بعد هم در این جام جهانی نشون داد که چقدر با جمهوری اسلامی هماهنگی داره. مهمان ما از آلمان هست، آقای اشرفیان، که از روزنامه‌نگاران بهار شناخته شده است در زمینهای مختلف، هم روزنامه‌نگار، هم مربی و کنشگر بهار حقوق بشر. آقای اشرفیان، خیلی خوش اومدید به این برنامه کوچک ما. درود بر شما آقای ادیبزاده عزیز، سپاسگزارم از دعوتتون و منم خوشحال هستم که در این برنامه در کنار شما حضور دارم. ببینید، این جام جهانی بسیار بسیار باعث شرمساری فیفا شد، چون در کنار چشمش این به حال ماموران قطری پرچم تماشاگران رو گرفتن، بسیاری از دختران رو که لباس مهسا بر تن داشتن کتک زدن و به حال باعث ایجاد شرمندگی شدن در دنیای فوتبال که خب طرفداران بسیار داره. مطبوعات یا رسانه‌های آلمانی در این باره بسیار نوشتن. آقای اشرفیان، از این مسائلی که همین به حال رسانه‌های آلمانی درباره کار این ماموران قطری به خصوص در برابر ایرانیان انجام داده، شما بفرمایید چه چیزهایی گفتنی دارید؟ افق گزارش مطبوعات و رسانه‌های آلمانی زبان بسیار بسیار گسترده بود در زمینه دیدارهای جام جهانی فوتبال و حضور ملی پوشان فوتبال ایران در این رقابت. و باید بگم که از هفته‌ها قبل از آغاز مسابقات جام جهانی تا پایان دیدار ایران و آمریکا، شخص من در خیلی از رسانه‌ها، تلویزیون‌های شبکه‌های آلمانی زبان، جمهوری فدرال آلمان، رادیوها، سایت‌های اینترنتی حضور داشتم. از من به عنوان میهمان برنامه مصاحبه شد و خودم هم خیلی خیلی گزارش تهیه کردم برای دویچه وله فارسی در اون مسئولیت دیگه ای که دارم. و یکی از اهداف اصلی من این بودش که مفسران تلویزیون رو در هنگام پخش مستقیم زنده سه بازی مرحله گروهی ایران کاملا بتونم آماده کنم. و آقای اولیور شمیت از شبکه صدف آلمان، فلوریان ناس از شبکه آرده آلمان و توم بارتلز از شبکه آرده آلمان، این سه تا مفسر پخش زنده تلویزیونی دیدارهای ایران بودن که مرتب با من در تماس بودن، هنگام بازی هم در تماس بودن، تو هاف تایم در تماس بودن. منم از فرانکفورت تو گوششون هی میگفتم چیزایی که میدیدم و که اونا از همه چیز، از همه لحاظ آماده بودن، اطلاعات گسترده و کامل و جامع داشتن. اینو وظیفه شهروندی خودم میدونستم که این
گزارشگران آلمانی رو به طور کامل آمادهشون کنم از دیدگاه اطلاعات عمومی و پیشینه و مقدمه این رویاری های تیم ملی فوتبال ایران. به خاطر همین هم این سه مفسر زنده تلویزیونی به تمام جزئیات آگاه بودن و این رو نیز به زبان آوردند در هنگام پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی. جالب این بودش که بعد از پخش مسابقات در کنار شهروندان آلمانی میشنیدم که اونا هم تعجب میکردن این مفسران آلمانی چقدر اطلاعات دقیق و ریز دارن از ایران و فوتبال ایران و چقدر دقیق نام‌های فوتبالیست‌ها رو تلفظ میکنن و چقدر جزئیات جنایت‌های حکومت جمهوری اسلامی رو میدونن، جزئیات ویدیوهای کشت و کشتار رو، این جنایت علیه بشریت که از سوی حکومت جمهوری اسلامی رخ میده چقدر مطلع هستن، چقدر همه چیزو میدونن. اینو وظیفه خودم میدونستم که جامعه بین‌المللی، مخاطبان آلمانی آگاه باشن در این زمینه. و من آقای اشرفیان ببخشید قطع میکنم، ولی یکی از تلویزیون‌های آلمانی به خوبی افشاگری کرد درباره کاری که مقام‌های امنیتی، پلیس، حتی گشت ارشاد این قطر با تماشاگران ایرانی که با لباس مهسا اومده بودن یا پرچم‌های شیر خورشید داشتن افشاگری خوبی کرد. آیا اینطور نیست؟ دقیقاً همینطور هست. مطبوعات آلمانی نیز از ابتدا یک دیدگاه بسیار بسیار انتقادی داشتن به جام جهانی و این مسئله کل میزبانی قطر رو یک اشتباه اکثرشون میدونستن. این پایمال شدن حقوق بشر از توی میزبان مسابقات که با خیلی مسائل شروع شد، از با مسائل پایمال کردن حقوقش کارگران خارجی در قطر در طول دهه اخیر شروع شد، بعد با این مچبند رنگین کمان ادامه یافت که بعدش خود خانم وزیر داخلی آلمان خانم نانسی فیزر در بازی نخست آلمان مقابل ژاپن پهلوی جیانی اینفانتینو نشست و به خاطر ابراز اعتراضش به فیفا این مچبند رنگین کمان رو به دستش چسبوند و اینم یک حالت سمبولیک و نمادین داشت. و بعدش با تیشرت های مهسا امینی، زن زندگی آزادی، پرچم زیبای شیر و خورشید ایران که نمایانگر ماهیت و هویت اصلی ایرانی و حسب فرهنگ ایرانی، همه اینا رو خب اونم در جریان بودن که حکومت قطر همکاری بسیار بسیار عمیقی و داره با حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی و از قبل با افشای فایل صوتی قریشی نایب رئیس نهاد بسیج دیگه همه چی دیگه علنی شد که خود اونا آقای حکومت جمهوری اسلامی نیزونم خودشون اشاره کردن که بله ما با قطری ها در تماس هستیم، با حکومت قطر در تماس هستیم و اونا به ما قول دادن که جلوگیری کنن و نگذارن که این صدای اعتراض مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی در این عرصه بین المللی، در این پلتفرم بین المللی به گوش همگان برسه. و این کارهایی که ماموران قطری کردن از قبل قابل پیشبینی بود برای که قطری ها با حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی همکاری نزدیکی داشتن. خیلی سپاسگزارم آقای اشرفیان. البته اون عکس تاریخی تیم ملی آلمان رو هم نباید فراموش بکنیم که دستاشون رو گذاشتن روی دهانشون به علامت اعتراض. به حال وقت ما تموم شده، تیم حکومتی به تهران رسید، استقبال سردی ازش شد، حتی اتوبوس اختصاصی اونها هم نیومد به فرودگاه. به حال تمام این مسائل نشون داد که این جام جهانی چقدر افشاگر مسائل مختلف و همچنین واقعا اون قیام ملی ایرانی ها در داخل ایران. برای شما سپاسگزارم آقای اشرفیان همراه با علی کارگردانمون و رضا صدا و دیگران دوستانم در تلویزیون ایران فردا با همه بدرود میگم. به امید پیروزی و موفقیت و سرنگونی رژیم سرکوبگر.